خب یه تیتری مونده از صفحه 43 با عنوان صفت در ارتباط. این صفت، بله، چشم، اون صفت در ارتباط بمونه بعدن تدریس بیشترش رو فصل مدل رابطه، یعنی اینجا نمیگینش، همون تو مدل رابطه میگیم. وابستگی موجودی هم وجودی کنارش بزنید، خیلی مهمه این وابستگی وجودی. اینم در واقع موقعی که میخوام مدل رابطه رو درس بدم، این دو صفحه رو همونجا درس میدم، یعنی اینا رو اینجا نخونیدش، اینا رو بعدا اینن تکرارش تو فصل سوم ما هست، تست 4 و 5. چشم، اول بزنم تست 1. بچه تست 1 حل شد؟ تست 1 فصل دوم، تست 1. خب بچه، تست 1 چی میگه؟ میگه که در نمودار موجودیت ارتباط، حالا ER یا EER extended شه دیگه، در واقع نسخه توسعه یافته شه، میگه کدوم خصیصه است؟ خصیصه که در موجودیت و در نهایت در پایگاه برای فیلد تعریف نشده است. کدوم گزینه رو میزنید؟ گفتیم 2 میشه در واقع. شما راجع به معدل این بحث رو میکردید که میگفتید معدل پویاست. ببینید معدل رو من این بحث رو کردم، گفتم شما فکر میکنید که بدون دخالت انسانه، گفتیم صفت پویا بدون دخالت انسان، معدل بدون دخالت انسان انجام میشه دیگه، یعنی زوریه، باید 8 ترم رو طی بکنی شما، مثل سنه، انگار زوری. چطور باید مثلا تو 36 سالت بشه؟ خب تو هم زوری باید 4 سال درس بخونی مثلا 8 ترم رو بری جلو دیگه، نه؟ اینا زوری هن، بدون دخالت انسان هن. بعد موضوع دیگهش اینه که کل جدول همه رکورد ها باید با هم تغییر بکنن، میدونی چی میگم؟ ولی مثلا حساب، مانده حساب پویا نیست، این با دخالت انسان عوض میشه، بعدم کل جدول دستخوش تغییر نمیشه. مثلا دانشجوهایی که میرن ترم 8، کل دانشجوها باید عوض شن، یا مثلا کسانی که سنشون میره، افرادی که میرن سال 97، کل جدول باید، بنابراین اینجوری تشخیص بدین. 2 تا فاکتور داره بدون دخالت انسان، 2 اینکه کل جدول باید تغییر بکنه. بنابراین گزینه 1 به قطعیت میشود، تست 1 به قطعیت میشود گزینه 2. نه خب تعریفش رو دقت بکن دیگه، میگه خصیصه که در موجودیت و در نهایت در پایگاه داده. ببین چند مقداری رو ما میایم نرمالش میکنیم، چند مقداری رو ما میایم نرمالش میکنیم، نرمال شدهش رو قرار میدیم، ولی کلن مشتق اصلا نمیاریمش کلن. یعنی ببین نوشته زیرش خط بکش، نمیشه و در نهایت، و در نهایت، ببینید و در نهایت چند مقداری مرکب بالاخره تجزیه میشه، نرمال میشه، نرمال شدهش میاد. شما یاد بگیرین جدولی که نرمالیست کثیفه، اینجوری خیلی خوبه این تفکر، من الان جدیدن دارم اینجوری میگم، یعنی جدولی که چند مقداری مرکب داره جدولش کثیفه، باید تمیز بشه. این طرح تمیز سازیش توسط نرمال سازی انجام میشه، نرمال سازی یک پدیده تمیزکاریه. تست 2 حل شد که گفتیم میشه به قطعیت گزینه 1. بچه تست 3 چی میشه؟ کدام یک از موارد زیر برای متمایز کردن نمونه موجودیت؟ اولا بچه ها نمونه موجودیت یعنی چی؟ نمونه موجودیت همون رکورده، نمونه موجودیت همون اسم خاصه، همون تاپله، اینا همه یه معنی میدن.
بچه‌ها یه نکته یاد بگیرین. من اینجا یه نکته می‌نویسم. وجه تمایز. تمایز هم که یعنی وجه تفاوت دیگه. وجه تمایز یا تفاوت موجودیت‌ها تو چیشونه؟ به عنوان مثال. به عنوان مثال مثلا استاد و درس. بگید پاسخش چی میشه؟ پاسخ در صفات. وجه تمایز یا تفاوت موجودیت ها تو چیشونه؟ تو صفاتشونه. الان بچه ها من و شما تو چی با هم فرق داریم؟ تو صفتامون، چون از دو تا موجودیت مختلفیم، درس و استاد. وجه تمایز موجودیت ها، مثلا موجودیت قطعه با موجودیت تولید کننده، در واقع توی صفت ها با هم متفاوتن. در صفت ها با هم متفاوتن. وجه تمایز موجودیت ها در صفاتشونه. یعنی دو تا موجودیت مختلف هستن. حالا یه چیز دیگه بگم. بچه ها وجه تمایز یا تفاوت نمونه موجودیت ها تو چیشونه؟ نمونه موجودیت ها. خب مثال چی؟ مثلا نمونه موجودیت ها دیگه، مثلا دانشجو احمدی، دانشجو مثلا اکبری. ببین وجه تمایز نمونه موجودیت ها. وقتی میگیم نمونه موجودیت ها، باید تو یک موجودیت خاص حرف بزنیم دیگه. مثلا فقط راجع به موجودیت استاد حرف بزنیم یا موجودیت دانشجو. خب یاد بگیرین. دارم میگم که وجه تمایز موجودیت ها یعنی استاد و دانشجو، یعنی من و شما با هم تو چی فرق داریم؟ تو صفات با هم فرق داریم. مثلا من شماره استادی دارم، شما شماره دانشجویی دارید. ولی درون موجودیت مثلا استاد، خب استاد اکبری، استاد اصغری، اینا نمونه موجودیت های موجودیت استادن. پس بنابراین وجه تمایز نمونه موجودیت ها مثل دانشجو احمدی و دانشجو اکبری. بعد هر دو تا باید دانشجو باشن، چون وقتی وجه تمایز نمونه موجودیت ها رو بررسی میکنیم، نمونه موجودیت ها باید در یک موجودیت خاص و منحصر به فرد بررسی بشه. یعنی نمیشه دانشجو احمدی با استاد اکبری مقایسه کرد. بچه تمایز نمونه موجودیت در یک موجودیت خاص مثل دانشجو احمدی، دانشجو اکبری. پاسخش چی میشه؟ پاسخ در مقادی. یعنی دانشجو احمدی و دانشجو اکبری هر دوتاشون شماره دانشجویی دارن، ولی یکی شماره دانشجویش 12ه، یکی دیگه شماره دانشجویش 13ه. دانشجو احمدی، دانشجو اکبری هر دوتاشون نام دارن. این نامش احمدیه، اون نامش اکبریه. حالا یه چیز دیگه بپرسم. بچه ها وجه شباهت، یعنی اشتراک، وجه شباهت یا اشتراک نمونه موجودیت ها تو چیشونه؟ همون دوباره دانشجو احمدی و دوباره دانشجو اکبری. پاسخش چی میشه؟ این دفعه گفتم که وجه شباهت اشتراک نمونه موجوده. دوباره در چیشونه؟ در صفاتشونه. یعنی که در واقع در صفات، الان همه شماها دانشجوها، همه تون، بله موجودیتتون یکیه. الان شما همه تون صفاتاتون یکیه دیگه، نه؟ پس وجه شباهت نمونه موجودیت و توی موجودیت تو چیشونه بگید؟ بچه شباهتشون توی صفاتشونه. پس مرور میکنیم. بچه تمایز موجودیت ها، مثلا من و شما، تفاوتمون تو صفاتمونه. حالا اگه بخوایم راجع به یه موجودیت حرف بزنیم، نمونه موجودیت ها فرقشون تو چیشونه؟ تو مقادیرشونه. ولی همون نمونه موجودیت ها اگه بخوایم اشتراکشون رو بگیم، شباهتشون رو بگیم، تو صفاتشونه. یعنی همه نمونه موجودیت های موجودیت دانشجو همشون تو صفات یکی هن دیگه، اما در مقادیر با هم متفاوت. خب با این حرفا که زدم، تست 3 میگه که کدام که از برای وجه تمایز نمونه موجودیت، خب مقادیرشه دیگه 100%، یعنی گزینه چند؟
گزینه سه، این که ترتیب صفات و اسامی خاص و ترکیب صفات، اینا گزینه های بی ربطه در واقع. الان حل میکنم. پس شباهت تفاوت، بچه سعی کنید که تکرار ندید به کلاس، یه بار گوش بدید ببینید. من میدونم مثلا شما ممکنه حواستون بره یه جای دیگه، چون فیلم هست لطفا تکرار رو ما دیگه نمیگیم، یعنی یه بار میگیم که گوش بدید، پرش ذهنی نداشته باشید، جهش ذهنی هم نداشته باشید. مثلا من دارم حرف میزنم، شروع نکن مثلا یه مطلب یه جایی میدونی بذاری کنار، هم اصلا هر چی میدونی و بذار کنار لطفا. و چه تمایز موجودیت ها، تمایز یعنی تفاوت، یعنی درس استاد تو صفاتشونه، ولی وچه تمایز نمونه موجودیت ها، نمونه مثل دانشجو احمدی و دانشجو اکبری، تمایز و تفاوتشون چیه تو مقداراشونه دیگه. این شماره دانشجویش مثلا 12، اون شماره دانشجویش 13، این اسمش احمدی اون اسمش اکبریه، تو مقدارا با هم فرق دارن. ولی وچه شباهت نمونه موجودیت و دوباره مثل احمدی و اکبری تو چیشونه؟ خب تو صفاتشونه دیگه، هم این نام داره هم این نام داره، همین شماره دانشجویی داره همین شماره دانشجویی داره. افتاد؟ خب اما تست در واقع چهار گفته نمودارهای زیرا در نظر بگیرید. این عبارت که تعداد نمونه موجودیت های مجموعه موجودیت پ، میگه پ نمونه موجودیت های پ، میگه که باید بزرگتر و مساوی با نمونه موجودیت های چی باشه؟ کیو. بعد دوتا هم نمودار گفته. خب نه گم نیست تستش. بچه از این لغت ها لطفا استفاده نکنید، بگید که همه چی خوبه واقعا، آره مشکل دارم هم نگین من مشکل دارم، بگید که بیشتر توضیح بدیم. من اینجا هم دیگه اصلا، مگه شما فکر میکنید من اینجا برای چی اومدم؟ اصلا شما برای چی اومدین؟ ما اینجا اومدیم که 100% مسائلمون و ابهامامون حل بشه. منم فوق العاده آدم با تجربه ایم، یعنی میدونم اصلا چه خبره، اصلا نگرانی وجود نداره، من هستم دیگه. بالاخره اومدیم با هم کار بکنیم دیگه. مطمئن باشه من هر چی که بلدم به شما انتقال میدم. حالا تو کلاس بپرسین، تو تلگرام بپرسین، نگرانی وجود، مطمئن باشید که همه مطالب قشنگ حل میشه، مرتب میشه، منظم میشه، اصلا عالی، یعنی با نمره 20. خب نیا کنین اینجا رو لطفا نگاه کنین، من از 0 تا 100 دارم چی کار میکنم، یه جوری نشه یه جاشو بگیری یه جاشو نگیری. ببین اینجا چی گفته؟ گفته موجودیت پ، بعد این سمت که در واقع یک لوزی کشیده، این یعنی آر، بعد پایگاه داده اگه کسی چاپ 1 داره عوضش کنه کتابشو، یعنی حتما چاپ 2 یا 3 رو تهیه بکنه. جزوه ای هم که از من دارین حتما اسم بابان روش باشه، یعنی میتونید دانلود و از این ور اون ور اینا نداشته باشین دیگه، گفتم. خب این شکل الفه، شکل الف که اینجور گفته. خب من بیامدم شما چی میگین چرا چاپ یک نانج؟ به خاطر این که نباشه دیگه، چون مطالب 60-70 صفحه به چاپ 1 اضافه شده، چاپ 2-3 اینجوری شده، حتما چاپ 1 نباشه کتاب، حتما چاپ 2-3 تهیه بکنی. خب بچه اینجا ما از این چی میفهمیم؟ از این دوتا خط میفهمیم که اجباری هست. از این چی میفهمیم؟ ببین من دارم 0 تا 100 رو حرکت میکنم، شما متوجه میشید. ما گفتیم دو تا خط متصل به خود P
نشانه اجباری هست و همینجوری خط یعنی اختیاری. خب قبول حرفم. بعد این نوتیشن دقیقا آقای سیلور شاتسه. خب مرجع شما هم که سیلور شاتسه. البته پارسال از رامز از کتاب رام کریشنان هم سوال دادن. شما سه تا مرجع دارید که اینها هست، این دیت و روحانی و اینا اصلا جز سرفصل شما نیستن. من تو گروه ها میبینم مثلا بعضی میگن روحانی، اینا نیستن، فقط و فقط سیلور شات، راما کریشنان و رامز المسیح. این نوتیشن دقیقا نوتیشن آبراهام سیلور شاتسه. یعنی ایشون دوتا خط استفاده میکنه. بعد این نیاکو اینجا فلش زده، وقتی که اینجا فلش میزنه یعنی چی بچه ها؟ یعنی یک. این ور یعنی چی فلش نداره؟ یعنی این. ببینید اینا رو ما گفتیم، بحث کردیم راجبش. ببینید فلش داره یعنی یک. ببین روش هم هیچی نگفته یک و این، و من خودم همینا رو دارم تحلیل میکنم، سوال نگفته ها. و دوتا خط یعنی اجباری، این ورم که تک خط گوشه یعنی اختیاری. خب بعد باید چی کار کنم؟ بعد این کار رو بکنم، و اگر این کار رو نکنیم خب خیلی سخت میتونیم مثلا تست و تحلیلش بکنیم. این کار رو باید بکنیم، مثلا یه تعدادی در واقع اینجا نمونه موجودیت بکشیم، مثلا P1 نمیدونم P2 بعد P3، اینا رو بکش که ببینی دیگه. نکشی که نمیتونی تحلیل کنی که، برای همینه گفتم این کار رو انجام بدید. خب اینم من کشیدم. حالا موضوع بعدی چیه؟ موضوع بعدی باید بیایم راجع به حدش حرف بزنیم. راجع به حدش، ببین چه قشنگ تمیز مرتب من دارم بنویسم. این حد اقل، اینم حد اکثر، این حد اقل، یعنی 0 تا 100 مسئله رو اینجوری دارم حل میکنم، اینم حد اکثر. بچه ها این مگه اجباری نیست؟ یعنی یه پ حد اقل. بچه ها ببینید، پ اجباریه. کسی که اجباریه باید چیزی گیرش بیاد، یعنی پ باید به طور اجباری بره تو رابطه. نیاکن نوشم اجباری. پس کسی که اجبار داره چیزی گیرش میاد، خب معلومه باید چیزی گیرش بیاد، چون اجباریه. چند تا گیرش باید بیاد؟ یه نمونه پ چند تا کیو باید گیرش بیاد؟ یه دونه. حد اکثر چند تا؟ حد اکثر هم یه دونه کیو باید گیرش بیاد. حالا در سمت کیو، به نحوه خوندن من دقت بکن. یه نمونه کیو، ببین دارم میگم یه نمونه کیو، نمیگم که یه نمونه پ، از سمت خودش دارم میخونم. یه نمونه کیو چون اختیاریه، چون تو رابطه ممکنه شرکت نکنه، پس حداقل 0 تا پ گیرش میاد. و یه نمونه کیو اگه تو رابطه شرکت بکنه، حد اکثر n تا پ گیرش میاد. پس این ور من مینویسم چند؟ این. خب این تحلیلایی بود که من تا اینجا چیکار کردم؟ انجام دادم. حالا این نمودار الف هم داریم آنالیزش میکنیم و تحلیلش میکنیم. سوال گفته چی؟ گفته که نمونه موجودیت های پ باید بزرگتر یا مساویه. ببین بزرگتر یا مساویه، میگه کدوم نمودار الف یا به اینو در واقع این شرط رو رعایت کرده. خب من یه همچین چیزایی همجا کشیدم دیگه. خب منتها چون گفته که کدوم بزرگتر از، گفته پ بزرگتر مساوی کیو باشه، من بعد این موضوع رو اثباتش کنم، موضوع رو باید اثبات بکنم. یه نکته یادت میدم، هر وقت اینطوری سوال اومد و احتمال این سوال اومدن زیاده،
هر وقت این مدل تیپ سوال اومد، شما همیشه از سمت اجباری شروع کنید حل مسئله رو. خب ببین این یه نصیحت به شما، هر وقت این تیپ سوال اومد گفت کدوم بزرگتر از کدوم یکیه، شما از سمت اجباری شروع کنید به حل مسئله، سمت اجباری رو بگیرید، چون همیشه سمت اجباری مسئله مهمیه که باید چی بشه؟ حل بشه. خب من اول این بزرگتر مساویشو گفته، حالا من کوچیکترش هم بررسی میکنم. خب پس من کوچیکترش هم بررسی میکنم که حرفام کامل بشه. خب مثلا میخوام مثال کوچیکتر بزنم، مثلا اینو پاکش بکنم، اینو به دردمون نمیخوره از اینجا. میخوام مثال کوچیکتر بودن رو بزنیم، مثال میزنیم، سوال نخواسته ها، ما مثلا در نظر میگیریم یه پی یک میذاریم اینجا. چرا اینجوری نوشتم؟ چرا یه دونه گذاشتم اینور دو تا گذاشتم اونور؟ چون میخوام شرط چی رو بررسی کنم؟ پ نمونه هاش کوچکتر از کیوه. بچا الان اینجا چند تا پ گذاشتیم؟ یه دونه. اونور چند تا گذاشتیم نمونه؟ دو تا. هرچند سوال نخواسته ها. خب ببینیم، من بهتون گفتم شکلش رو بکشین بگید مثلا پ کوچیک‌تر کیو باشه، مثلا یه دونه این ور بزنید دو تا اون ور بذارید. خوبه دیگه، از این ساده تر، یه دونه این ور بذار دو تا اون ور بذار که کوچیک‌تر بودنش رو با هم کنترل بکنیم و چک بکنیم. خب میریم این کار رو الان انجام بدیم. بعد گفتم همیشه شروع رو از کجا انجام بدید؟ از سمت اجباری. باری کلا بشه ببین، سمت اجباری رو ارضا کن بچا. پ یک چون اجباریه حتما باید حداقل چند نفر گیرش بیاد؟ یه نفر گیرش بیاد. خب بیا، کی مهمه ارضا بشه؟ سوال، برای ارضا شدن اختیاری اهمیت داره ارضا بشه یا اجباری؟ آفرین، اجباری باید ارضا بشه، اختیاری که اختیاری اصلا میتونه شرکت نکنه. 100% سمت اجباری میگه حداقل باید و حد اکثر گیر. الان این شکل نیاز داره من بازم روش کاری بکنم یا نه؟ نه دیگه، نیازی نه. بعد میگه که کیو دو چرا تو رابطه پس شرکت نکرده؟ بچه ها میگید کیو دو الان کیو یک تو رابطه شرکت کرد، خب اختیاری دلش نمیخواد شرکت کنه. ولی میشد اینجا من یه پیدو بزنم بعد تو رابطه شرکت نکنه؟ بچه ها سمت پی نه، به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. پس برای همینه گفتم سمت اجباری رو بگیرید دیگه. اگه سمت اجباری رو بگیرید همه چی راحت میشه. پس این میتونه تو رابطه شرکت نکنه، منم یه ضرب در زدم یعنی شرکت نکرده دیگه. یعنی الان پ چند تا نمونه داره؟ یه دونه. کیو چند تا نمونه داره؟ بگو. دو تا. غلطه یا درسته؟ درسته، یعنی میتونه پ کوچیک‌تر از یک باشه. بنابراین من اینجا میزنم تیک، این حرف غلط نیست. بعد چی مثال بزنم؟ پ بزرگتر از کیو مثال میزنم. خوبه حرفا؟ مثلا اینو میزنم مثلا دو، اینو میزنم یک. بنابراین اینجا پ یک میذارم، اینجا مثلا پ دو میذارم، این ور یه دونه کیو یک میذارم. مثلا اولا که تمام پی یک پی دو هایی که میارم زوریه، باید برن تو رابطه. بچه الان پی دو رو به کی بس کنم؟ چرا کیو یک یه دونه اون ور گذاشتم؟ به خاطر اینکه خب دارم میگم پی بزرگتر از کیو دیگه، یعنی دوتا این ور یه دونه اون ور. بچه پی دو باید الا بلا به یکی بس بشه. شرایط هم که دوتا این ور باید بذارم یه دونه اون ور، الا بلا هم باید بس بشه. خب میگیم که حالا که الا بلا باید بس بشه، خب کسی دیگه ای نیست که، تنها کسی که باید زوری بهش وصل بشه کیو یکه. اما باید یه آنالیز بکنیم ببینیم که یه موقع کاردینالیتی به هم نزنه، به هم نخوره. یعنی کاردینالیتی به هم نخوره یعنی چی؟ شما باید چک بکنید اختیاری اجباری کاردینالیتی به هم نخوره، یعنی هم اجباری اختیاری به هم نخوره، هم کاردینالیتی به هم نخوره. بچان از سمت پ یه نمونه پ حداقل یه دونه و حد اکثر چند تا؟ یه دونه میشه چند به یک دیگه، میفهمید چی میگم؟ یه نمونه پ حداقل یه دونه پ دارد و حد اکثر هم یه دونه پ، چون چند به یکه. حالا از سمت کیو بگو،
یک نمونه کیو حداقل صفر پ دارد، حداقل صفر پ دارد و حد اکثر چند تا؟ و حد اکثر n تا دارد. یه ذره اینو آنالیز کن، اینو واسه کن. الان این حرف غلطه یا درسته؟ q1 خب گفته حداقل صفر، ولی q1 که الان حد اکثر n تا داره. ببین q1 گفته حداقل صفر، نه زوری هم که نیست. خب q1 اختیاری، حالا دلش میخواد بده تو رابطه. خب یک به چند هست؟ بعد p1 چطور؟ الان p1 حداقل یه دونه گیرش اومده، حد اکثر هم یه دونه گیرش اومده. P2 هم حداقل یه دونه گیرش اومده، حد اکثر هم چند تا گیرش اومده؟ یه دونه. پس این تفکر که باید از سمت راست به چپ یک به چند باشد و از چپ به راست به نوعی یک به یک میشه دیگه، انگار چپ میره به راست یک به یک میشه دیگه، یعنی همچه حالت دو شاخه‌ای که به وجود نیومده بگیم پی یک با این و پی این، دو شاخه‌ای به وجود نیومده، یعنی الان یک به چند نشده از سمت چپ به راست، از سمت چپ به راست یک به یک میشه، ولی از راست به چپ یک به چند میشه. پس اینو تیک بزنم یا زبده این موضوع درسته. و شما باید دقت بکنید که اینا همه اجباری هن. به این موضوع باید خیلی دقت بکنید که این در واقع اجباری. اما اینجا، در اینجا پ رو باید چی بگیریم؟ حالا چی بگیریم؟ پ رو مساوی کیو بگیریم. مساوی کیو بگیم ببینیم چی میشه. خب اینو دو بگیریم، اینم دو بگیریم، ببینیم چی میشه. پ یک پ دو کیو یک کیو دو. کیو ارضا کنیم، از سمت کی رفتار کنیم؟ اینو باید به زور به این وصل کنیم. بچه میتونم این اینجوری رفتار کنم؟ نه دیگه، پ دو موند. اولا اصلا از سمت چپ به راست که نمیشه یک به چند بشه، از چپ به راست یک به یکه، این اصلا غلطه. اینو چکار کنم؟ به این بس کنم. نه الان درست شد دیگه، الان سمت اجباری همه ارضا شده. تیک بزنم یا زبدر؟ یه کوچولو دیگه حرف بزنم، یکی دیگه می نویسم، بگید این چطور؟ P1 P2 Q1 Q2. بچه الان تعداد نمونه موجودیت ها چند تاست هر دو طرف؟ هر دو طرف تعداد نمونه موجودیت ها چند تاست؟ دو تاست. این چطور؟ اینی که الان آخری نوشتم غلطه یا درسته؟ این هم درسته. یعنی الان همینجا دو تاست، همینجا دو تاست، همین درسته، همین درسته، همین درسته، همین درسته، چون که این میتونه اختیاری باشه نیاد دیگه. پس اینجا دو تاست، اینجا هم دو تاست. میتونی اینجوری وصل کنی. مهم اینه که پی یک پی دو برن تو رابطه و از سمت راست به چپ هم یک به چنده و میشه. ببین یک به چنده میشه. پس این هم درسته، این هم درسته. این دوتا با هم هم عرضم یک مثال محسوب میشن. یعنی با توجه به این که گفته الف، بچه ها گفته پ بزرگتر و مساوی. خب هم بزرگترش رو ارضا کرد الف، هم چیش رو؟ مساویش رو. پس الف درست یا غلطه؟ الف درسته. چرا درسته؟ خب به خاطر اینکه درسته دیگه. البته هرچند کوچکترش هم ارضا میکنه، ولی صورت سوال گفته که باید بایستی پ بزرگتر و مساوی کیو باشه، هرچند که کوچکترش هم ارضا میکنه،
ولی چون بزرگتر مساویشو داره پس الف میگیم ما درسته. قبول؟ پس غلط میشه. البته خب یه جورایی شاید حق داری. صورت سوالش ببین، نمیدونم حالا شما چون گفته بزرگ باشه، چی بزرگ باشه؟ آن یعنی یعنی شما میگید بایس، همیشه این بحث هست، من میخوام اینو بگمش. اولا تست دانشگاه آزاد کلید نداره، ولی ببینید گفته باید بزرگتر یا نگفته آخه فقط، که کلمه فقط رو نگفته، گفته که ببینید من میفهمم شما چی میگیم، منم حق میدم به شما. شما ببینید الان که فهمیدید که بزرگتر رو داره، مساوی رو داره، کوچکتر هم داره، میگه نمونه موجود پ بایستی بزرگتر یا مساوی با تعداد نمونه موجودیتاش باشه. حتی نگفته فقط دیگه، گفته فقط، گفته فقط، نگفته که، گفته باید، یه فقط باید میگفت. آه گفته باید که بایستی رو، من بایستی رو که فقط ترجمه نمی کنم، میگه که بایستی بزرگتر یا مساوی با تعداد باشد. وقتی میگه بایستی، خب الان بایستیش انجام شده دیگه، یعنی الان پ بزرگتر از پ بزرگتر از مساوی هم است. اگه میگفت موجد پ بایستی فقط بزرگتر یا مساوی، بله اون موقع الف غلط میشد. ببینید چی میگم بچه ها، اگه میگفت فقط با پ بزرگتر مساوی اون موقع الف غلط میشه، ولی گفته باید، این کلمه فقط رو نگفته. نه اینجا اونجوری معنی نمیده، چون نگفته تفاوت، که نه اونجا قرینه قرینه به حذف نمیشه، در واقع اینجا نگفته تفاوت حرف بزنیم. وقتی میگه باید یعنی باید دیگه، میگه شما باید 18 سالت شد مثلا بری سربازی، ولی یه زمان میگه که 18 سالت شد باید فقط بری سربازی، یعنی زن نگیری. میگیری چی میگم؟ ولی یه زمان هست میگه تو 18 سالت شد باید بری سربازی. خب باید بری سربازی دیگه، خب زنم میگیری، ماشینم میخری، خونم میخری، ولی میگه که باید فقط بری سربازی، یعنی دیگه نه خونه باید بخری نه زن بگیری. میگیری چی میگم؟ ابهام تو صورت سوال هست، ولی شما به صورت سوال کار نداشته باشید، راه حل منو یاد بگیری. به اعتقاد من باید یه فقط میگفت. وقتی که فقط رو نیورده، مثالم براتون زدم دیگه، مثل خدمت سربازی، وقتی گفته باید، خب این باید اینو ارضا کرده دیگه، یه کلمه فقط رو باید میگفت. آره خواهش میکنم شما راه حل رو متوجه بشید، وگرنه تو صورت سوال که خب پامش هست. مهم اینه که تست دانشگاه آزاده و اینکه باید آب بخوری. خب باید آب بخوری، باید قرصتو بخوری، باید فقط قرصتو بخور. ببین اینا فرق میکنه. مثلا چند تا مثال اینجوری تو ذهن من، و منم میفهمم شما چی میگید دیگه. مهم اینه که راه حل رو درست بریم با هم. خب حالا شکل ب، در شکل ب میگه که پ پ رابطه داره با کیو، بعد این همینجوری دو تا خط میذارم. این خیلی باحاله، من از این خیلی خوشم میاد، از این طراحه. اینجا کار باحالی کرده. آنالیزش کنید بچهای من، خواهش میکنم آنالیزش کنید. این فلش میبینی اینجا داره، این یکه، این ور فلش نداره، این اینه، چون دقیقا آبرام سیمبل شاتسه. اینجا دوتا خط داره، یعنی اجباریه. اینجا هیچی نداره، یعنی اختیاریه.
اگه این کارو نکنی مسئله رو نمیتونی حل کنی. پس من الکی نگفتم که حد و برای چی درس دادی، بتونی با قطعیت مثال حل بکنی. اینجا حد اقل، اینجا حد اکثر. موافقیم بریم؟ اختیاری یه پ حد اقل صفر داگیرش میاد، چون میتونه پ تو رابطه شرکت نکنه دیگه. اختیاری حد اکثر چند تا گیرش میاد؟ راه افتادی. یکیو حداقل چقدر گیرش میاد؟ اجباریه. حد اکثر چقدر گیرش میاد؟ انت. خب خیلی خوب و تمیز و مرتب مثال میزنیم. مثلا پ کوچیکتر از کیو، موافقین دیگه؟ پ کوچیکتر از کیو رو بررسی میکنم. مثلا یک اینجا میذاریم، اینجا دو میذاریم. من میگه کدوم بسته دیگه. مثلا من تو کتابم خب مثلا بیشتر زدم، خب ولی الان واقعا میبینیم که نیاز نیست دیگه. یک کوچیکتر از اینو دیگه، یه دونه اینجا میذاریم، یک کیو یک اینجا میذاریم، یک کیو دو اینجا میذاریم. و با فرض اینکه این اختیاریه، نباید یادمون بره، نباید یادمون بره اینم اجباریه. سمت کیو بگیریم، سمت کیو بگیریم، کیو ارضا کنیم. بچه‌ها اجباری، سمت اجباری رو بگیریم، میریم سمت اجباری. اینو باید وصل کنیم. خب اینم ببینیم میتونیم وصل کنیم. خب وصل کردیم، ولی وقتی که وصل میکنیم این وصل کردن غلطه یا درسته؟ این وصل کردن 100% غلطه، به خاطر اینکه از سمت راست به چپ، وقتی که از راست به چپ میریم، راست به چپ یک به n، و از سمت چپ به راست یه جورایی انگار میشه صفر به یک دیگه، نه؟ از سمت چپ به راست صفر به یک میشه دیگه، نه؟ خود حد رو بخون. از سمت چپ به راست میشود صفر به یک. خب همین الان غلط شده دیگه. از سمت چپ به راست الان شده به چند، ما داریم میگیم صفر به یک، در حالی که به چند نفر رفته، که غلطه. آفرین آفرین آیت. از سمت چپ به راست یک به چند شده از چپ به راست، در حالی که ما میگیم صفر به یک باید باشه. یا تو رابطه شرکت نکنه کلن، چون اختیاری، یا اگه شرکت کرد با یک نفر. الان دوتا گیرش اومده، الان پی یک دوتا زن گرفته انگار، این غلطه دیگه. خب پس نمیشه ما کیو دو رو ما نمیتونیم ارزاش بکنیم اینجا، و من تو کتابم اینجوری یه ضرب در زدم، میگم نمیتونم وصل کنم به کسی. پس این نمیشه دیگه، ما نمیتونیم تو مثال ب نمیتوانیم پ کوچیک‌تر از کیو داشته باشیم. درک کردی چی گفتم؟ برای همینه که گفتم شما باید هم به کاردینالیتی و هم به اجباری اختیاری دقت بکنید. از سمت چپ به راست صفر به یک، اگر اونو وصل میکردم میشد یک به چند و غلط میشد. چی رو بررسی کنم؟ بزرگتر از کی اینو بگیرم؟ دو اینو بگیرم، یک اینو بگیرم، پی یک اینو بگیرم، پی دو اینو بگیرم، کیو یک. سمت کیو ارضا کنم، سمت اجباری. خب تموش ارضاش رو تموش رو بکارش. اینم که پی دو هم که میتونه بره کجا؟ پی دو هم میتونه اختیاری باشه دیگه. متوجه میشی؟ بچه اگه کیو یک رو به پی دو بس کنم چطور؟ غلط میشه؟ اگه کیو یک رو به پی دو بس کنم غلط میشه؟ نه. چرا غلط میشه؟ خب از سمت راست به چپ اتفاقا یک به اینه دیگه. سمت کیو حداقل یه دونه باید گیرش بیاد. خب حالا زرنگ بوده دوتا گیرش اومده، چه اشکالی داره؟ اگرم که نذارم هم اشکالی نداره. متوجه من هستی؟ پس چه اینجوری باشه؟ اینم بنویسم چه اینجوری در واقع
هر دوتا اینا با هم هم عرضن و هیچ اشکالی نداره، درسته اختیاری، ولی خب دلش میخواد بره تو رابطه به کسی چه. پس این دوتا با هم هم عرضن و هیچ مشکلی نداره. حالا بپردازیم به چی؟ وقتی که پ، وقتی که پ مساوی باشه با کیو، یعنی همینو دو بگیریم، همینو دو بگیریم، همینو بگیریم، خب مثلا میشه پ یک، پ دو، کیو یک، کیو دو. سمت کیو بگیریم ارضا کنیم، این کیو ها مهمه. پس این درسته، این غلط نیست، اینم درسته. گفته بزرگتر و مساوی باشه که هست، بنابراین شکل ب هم درسته. اگر کلمه فقط رو می آورد می شد گزینه ب، ولی چون گفته بایستی، به اعتقاد من هم الف درسته هم ب درسته. خوبه حرفم؟ اگه می گفت فقط می شد ب، منطقی دیگه حرفمون. اگر هم گفته بایستی هم الف می شود، خب هم ب دیگه، چه کارش کنیم؟ پس اینا رو اینطوری باید حل کنید. چند بار این فیلم ها رو ببینین، بهش مسلط بشین. تست 6 کدوم گزینه میشه؟ بچه ها حد اکثر درجه گفتیم چند ده؟ حل شد خانم اغلی؟ آره، این که من تو کلاس نمیپرسم به خاطر بحث روانشناسیشه. خب سوال بپرسی من حل میکنم، خب ولی دیگه نمیپرسم ازتون، متوجه شدی نشدی دیگه. خودت اگر متوجه شدی که بگو، خیلی خوبه، مثلا فهمیدم که موج مثبت به دوستات انتقال بدیم. اگرم که نه که بگو من دوباره توضیح بدم، ولی من دیگه نمیپرسم دیگه مثلا چی شد. ببینید بچه ها، اینجا ما دور هم جمع شدیم نتیجه بگیریم. خب پس سوال بپرسین، نمیدونم مثلا حواستون جمع باشه، نمیدونم با هم دوستیم، میدونین اینجوریه و اینا. بعد چی دور هم جمع شدیم؟ خب من مثلا به عنوان با تجربه اومدم انتقال بدم به تو، تو بری کنکورتو بدرخشی. بالاخره یه فرقی هم باید باشه بین کسی که مثلا چه میدونم از تجربه استفاده میکنه، کسی که از تجربه استفاده نمیکنه. تست 6 رو بگید که 5 بشه آخرین تستمون. گفتیم که بچه درجه یا 1 یا 2 یا 3 یا 4، دیگه 5 به بعد نداریم. خب میشه حد اکثر 4 دیگه، میشه گزینه چند؟ میشه گزینه 3. اینا تست 4. حالا تست 5. تست زیبای 5. این دقیقاً تمرین خود کتاب سیلور شاتس. دقیقاً تو کتاب آی سیلور شاتس هست. خب من اینو می نویسم. پزشک معالجه مریض، استخدام بیمارستان، بستری. طراحش آدم بامزه بود، چه بامزه که خوب تمرین خود سیلبشاس بوده دیگه. بچه این زده ها، این زده ایکس و 150 صفر و یک.
نه سوالی که روش آتون من حل میکنم، روش حلش خیلی سریعه اتفاقا. بذار توضیحاتم تمام بشه. بچه پزشک اجباری یا اختیاریه؟ حتی بستگی داره دیگه. اگه تو این ور بره، ولی اگه تو این ور بیا چی؟ موافقین دیگه. تو رابطه معالجه اجباری میره، ولی تو رابطه استخدام اختیاری میره. خب این ور اجباریه دیگه، یعنی بیمارستان حتما باید پزشک داشته باشه، ولی این ور نمیدونیم ایکسه، این که ایچی. این ور اگه بره تو رابطه اجباری میره، این ور اختیاری. حالا اینا که نوشتم نیازم نبود اصلا. گفته یه دیاگرام ناهمگونه اگر هیچ امکانی برای ازای تمام محدودیت ها. گفته تمام محدودیت ها. وقتی میگه تمام محدودیت ها، ما دو نوع محدودیت بیشتر نداریم، که سمت حد اقل و سمت حد اکثر. ببین زیرش خط بکش، میگه برای ازای تمام محدودیت ها، یعنی نه حد اقلش بشه، یعنی نه حد اقلش رو بشه ارضا کرد و نه حد اکثر. نوشته تمامی محدودیت ها. خیلی مهمه ها. اگر هیچ امکان که بعضی که اینا رو پاسخ دادن متاسفانه به اینا توجه نکردن. اگر هیچ امکانی برای ارضای تمامی محدودیت ها وجود نداشته باشد، کدام یک از پاسخ های زیر موجب می شود تا دیاگرام زیر ناهمگون گردد؟ پس بچه ها ناهمگونی چه وقتی معنی داره؟ ناهمگونی وقتی معنی داره که نه حداقل نه حد اکثر. ناهمگونی وقتی معنی میده که نه حداقل بشه و نه حد اکثر. تو این شرایط ما میگیم که در واقع ناهمگون شده است، طبق فرض سوال دیگه. بعد اومده از یه طرف دیگه طراح اومده یه سری گزینه داده دیگه، نه؟ گزینه اول بچه ها، گزینه اول ایکس رو داده یک، زد رو داده ده، گزینه دو سه و چهار. اینجا ایکس رو داده صد، زد رو داده پنجاه، ایکس رو داده یک، زد رو داره 50، ایکس رو داده 100، زد هم داده 100. میگه که تو چه شرایطی هیچ جوری ارضا نمیشه، یعنی نه حد اقلش نه حد اکثرش. خب ما باید بررسی بکنیم، بررسی میکنیم. مثلا ایکس رو میدیم چند؟ خب بعد گزینه ها باید بریم دیگه، راه دیگه ای نداری که، چون ایکس و زد داره تغییر میکنه، ما باید ببینیم کدوم گزینه است که نه حد اقل میشه و نه حد اکثر. ایکس رو باید بدیم یک، زد رو چند بدیم بچا؟ خب یه بیمارستان حداقل چند تا پزشک داره؟ یه دونه. و یه بیمارستان حد اکثر چند تا پزشک داره؟ لطفا به سوالات من جواب بدید. یه بیمارستان حداقل چند تا پزشک داره و حد اکثر چند تا؟ 10 تا. آره دیگه، حداقل یه دونه و حد اکثر 10 تا. یه پزشک حداقل تو هیچ بیمارستانی استخدام نیست،
یه پزشک حداقل تو هیچ بیمارستانی استخدام نیست و حداکثر یه پزشک در چند تا بیمارستان استخدامه؟ یه دونه. ببینید چقدر ما باید خوب و شارپ و محکم و قوی باشیم تو پاسخگویی به سوالات، بدون ابهام، بدون اینقدر ابهام. یه پزشک حداقل چند تا مریض داره؟ یه دونه. حداکثر چند تا مریض داره؟ 10 تا. یه مریض چند تا پزشک داره؟ خواهش میکنم. خب خانم نقی زاده، بعد صبر کنی پایگاه داده تموم بشه. خب من الان چی بگم؟ خب نتیجه های بچه ها سال گذشته مشخصه دیگه، حتما یه کاری میکنیم باشون دیگه، اینجوری میشن. و این بار نوبت شماست. بزنیم آخر کلاس ببینیم چه خبر میشه. یه پزشک حداقل یه دونه مریض داره، حداکثر 10 تا مریض داره. یه مریض حداقل یه پزشک داره. بچه‌ها یه مریض حالش خیلی بده، باید بیان دست و پاشو بگیرن، باید 5 تا پزشک بریزن سرش دست و پاشو بگیرن دیگه. نه تو چه شرایطی یه مریض یه دونه پزشک داره وقتی حالش حالا خیلی بد نیست، ولی خیلی حالش خراب بشه بعد اون مریض 5 تا پزشک بریزن سرش. یه بیمارستان حداقل چند تا مریض داره؟ یه دونه. یه بیمارستان حداکثر چند تا مریض داره؟ 150 تا. یه مریض حداقل تو چند تا بیمارستانه؟ تو هیچ بیمارستان. و یه مریض حداکثر تو چند تا بیمارستانه؟ بچه‌ها میتونه یه مریض حداکثر تو 2 تا بیمارستان باشه؟ میگیم بله، به شرطی که خب نصف شده باشه دیگه. نصف شده باشه، مثلا نصفشو تو یه بیمارستان برده باشن و نصف دیگرشو مثلا تو یه در واقع بیمارستان دیگه، به شرطی که جراحات به حدی باشه، به شدتش جوری باشه که نصف شده باشه مثلا بر اساس سانحه. و اگر که نصف نشه تو حالت طبیعی، در حالت طبیعی در واقع آره اون بخشای مهمش رو میبرن تو خصوصی، اون بخشای نصف شده دیگهش که خیلی مهم نیست مثلا اونا رو میبرن تو عمومیه. ولی تو حالت طبیعی یه مریض یا تو بیمارستان نیست، یا اگر هم تو حالت طبیعی باشه حداکثر تو یه بیمارستانه. خب اینجا بیا، یک پزشک حداقل یک مریض و حداکثر 10 مریض را معالجه می کند. یک پزشک حداقل یک مریض و حداکثر 10 تا مریض. خب یک بیمارستان حداقل یک مریض و حداکثر 150 مریض را بستری می کند. یک پزشک حداقل یک مریض و حداکثر 10 مریض رو معالجه میکنه. قبول حرفم؟ یه پزشک میتونه از پس چند تا مریض بر بیاد؟ 10 تا. یه بیمارستان هم حداقل یه مریض داره، حداکثر 150 تا مریض. قبول بچه‌ها؟ الان توی بیمارستان چند تا مریض داریم ما؟ 1 تا. 150 تا. خب بچه‌ها تعداد پزشکمون چند تاست؟ تعداد پزشکامون چند تاست؟ یه بیمارستان 1 10. چند تا پزشک داریم؟ 10 تا. میشه چند تا تعداد معالجه که میتونیم انجام بدیم؟ یه پزشک اگه داشته باشیم
میتونه تا 10 نفر رو، نه این مریضه که 5 تا پزشک داره حد اکثر، ولی یه پزشک تا 10 نفر، اگه یه دونه پزشک داشتون تا 10 نفر میتونه معالجه کنه. بیمارستان من هم که در واقع یه دونه مریض داری 150 تا. حالا من 10 تا پزشک دارم، از کجا فهمیدم 10 تا پزشک دارم؟ چون زد تعداد پزشکاست، حد اکثر پزشکاست، حد اکثر 10 تا پزشک داشته باشم، حد اکثر معالجه توسط هر پزشکم که 10 تاست. اینها این 10 تا 10 تا 10 تا میشه 100 تا. خب حداقلش رو میتونم ارضا کنم؟ آره. حد اکثرش رو چطور؟ نه، حد اکثرش رو نمیشه دیگه، چون من با تشکیلاتی که دادم تعداد پزشکم 10 تا است، هر پزشکم حد اکثر 10 تا معالجه کنه، کلا میتونم حد اکثر تعداد معالجه من چقدر میشه؟ حد اکثر تعداد معالجه من در بیماران بستری شده چند تا میشه؟ 100 تا دیگه. یعنی این 150 تا از 100 به بعد و دیگه اینا که تو بیمارستان بستریان رو من نمیتونم معالجهشون بکنم. 50 نفر رو نمیتونم. ولی حداقلش شد، تیک زدم. ببین حداقلش شد، حد اکثرش نشد. تمام گفته تمام محدودیت ها، نه حداقل نه حد اکثر. ببین هم این ضرب در بخورم این ضرب در، الان این تیک خورده این ضرب در. بنابراین گزینه 1 پاسخ سوال نیست. این کلمه تمام رو خیلی باید بهش دقت کن. وقتی میگه تمام محدودیت ها، نه حد اقل نه حد اکثر، نه حد اقل شده 1 2 3 4 میتونه، ولی حد اکثر رو نمیتونه. گزینه 2 چی میگه؟ میگه زد و بذار چند؟ بچه میگه زد و بذار چند؟ 5. گزینه 2. ایکس رو میگه چند بذار؟ ایکس رو میگه بذار 100. الان تعداد پزشکای من چند تا شد؟ یه بیمارستان 1 و حد اکثر چند تا پزشک داره بچه ها؟ بگید چند تا پزشک داره الان؟ تعداد پزشکا شد چند تا؟ شد 5 تا. اون 10 هم که هست دیگه، نه؟ حد اکثر هم چند میشه پس؟ پس حد اکثر هم میشه 50 تا. بگید حد اکثر هم میشه چند تا پس؟ میشه 50 تا. خب ایکس من که 100 دیگه، حداقل یه بیمارستان این 100 بود دیگه، یه بیمارستان حداقل 100 تا مریض داره، حد اکثر 150 تا. من کلا چند نفر میتونم ارضا کنم؟ 50 نفر رو. نه پس حداقل 100 تایی برمیام، نه پس حد اکثر 150 تایی. یعنی هم این ضرب در میخوره، هم این ضرب در میخوره. بنابراین پاسخ سواله. دقت کردن چی شد؟ من کلا میتونم 50 نفر رو معالجه کنم، در حالی که در بیمارستان من حداقل 100. ایکس رو خود سوال گفته، ایکس گفته 100، نه حداقلش میشه 100 تا. اصلا من پس حداقلش رو بنده میام با این وضع 50 تا. نه حداقل شد، نه حد اکثر. گفته تمامی محدودیت ها ارضا نشه، نه حداقلش بشه، نه حد اکثرش. بنابراین گزینه پاسخ من چیه 100% به قطعیت؟ 100% گزینه 2 که کلید سنجش هم همین بوده. خیلی خب، حالا ایکس رو بگیرم چند؟ بچه ایکس رو بگیرم چند؟ ایکس رو گفته چند بگیریم؟ ایکس رو گفته 1 بگیریم. زد رو چند بگیریم؟ زد رو گفته 50 بگیریم. خب میگیریم 50. زد هم که 50. یعنی من الان چند تا پزشک دارم؟ 50 تا. نه من الان در واقع 50 تا پزشک دارم دیگه. پس این بالا چند می نویسم؟
50 تا میتونه 10 تا و میشه چقدر؟ بگید 500 تا. خب حداقل یه دونه که میشه، من تا 500 نفر رو میتونم دیگه، میدونی تا 500 حداقل که میشه، حتی 350 تاش هم میشه دیگه، تا 500 نفر میتونم، تا 500 نفر یکی میشه، اصلا اضافه هم میارم. این حرف درسته ها، ولی پاسخ سوال نیست، پاسخ سوال نیست. میگه x رو بذار 100، میگیم باش، یعنی گزینه 4. میگه x رو بذار 100، میگه زدم، میگه زدم بذار 100، میگیم باش. ای خدا. خب خب اینا رو که اینجوری انجام میدیم. بعد اینجا چی بذاریم؟ تعداد پزشکمون شد چند تا؟ شد 100 تا دیگه. کی میشه 100 تا؟ که اینجا هم که میشه در واقع میشه 1000 تا. حداقل 100 تا میخوام. خب 1000 تا من دارم دیگه، حداقل 100 تا، من حد اکثرم 150 تا، هم حداقلش رو میشه با این 1000 تا هم حد اکثرش. پس اینم، یعنی تو گزینه 3 و 4 هم حداقل میشد هم حد اکثر، ولی تو گزینه 1 حداقل میشد حد اکثر نمیشد، ولی گفته بوده تمامی محدودیت ها نشه. بنابراین تو گزینه 2 نه این شد نه حداقلش شد نه حد اکثرش. پس به قطعیت میشه گزینه دوم پاسخ سوالمون میشه.